تنها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس یاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. پیش از آغاز سخن اجازه بفرمایید که چند تا مطلب رو من حضور شما عزیزان عرض کنم. نخست اینکه از ایرانیان میهن پرست، به عبارتی از باقی مانده میهن پرستان خارج از کشور، تمنا میکنم که اظهار لطفی که به من دارید، اولا بی‌نهایت سپاسگزارم و به برنامه میهن پرستان لطف کنید همچنان چراغ خانه ایران آریایی رو روشن نگه دارید و اجازه بدید که تا پیروزی نهایی که فقط یک قدم مونده این سنگر حفظ بشه، سنگری که خیلی ها آرزوی بستنشو دارن، داشتن و دارن. بنابراین خواهش میکنم از همه شما عزیزان، چون من هر دفعه نمیخوام بیان بگم، بعضی موقع حقیقت اصلا یادم میره، ولی امیدوارم شما یادتون نره که اظهار لطف بکنید و نگه دارید سنگر ایران آریایی رو، حتی اگر مخالف هم هستید، حتی اگر خوشتونم نمیاد. الان موضوع خوش آمد و بد آمد ما نیست، موضوع ادامه راه مبارزه است.
دوم سپاسگزارم از همه عزیزانی که از روز یکشنبه که این کانال تلگرامو که من راه انداختم، البته دوستان زحمت کشیدن، آقای بابک بی‌نهایت ازشون سپاسگزارم که انجام تلگرام رو، این کانال رو برای من درست کردن. تو خیلی گفتن دیگه، من تسلیم شدم در برابر خواست شما عزیز. و از اون هفته تا این لحظه اینقدر شما به من اظهار لطف کردید از ایران و من چقدر خوشحالم و چقدر خوشبختم، چقدر خوشبختم وقتی میبینم که اینقدر شما به من اظهار لطف میکنید. و سپاسگزارم از آقای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز، سرکار بانو سارا که زحمت میکشن واقعا با صبر، با حوصله، با وسواس ما رو سوار این موج میکنن و میارن تو خونه های شما که از کازرون، از ترقوه مشهد، از اطراف کاشان، از گلپایگان، از قم، از کرمانشاه، دختر خانم بسیار عزیزی که برای من با صدا فرستادن و صحبت کردن روی تلگرام، و از اندیمش، از دسفول، خیلی جاها واقعا، بندر لنگه و سراسر ایران اینقدر من اصحار لطف میکنه. چقدر خوشحالم از اینکه روی این امواج این اجازه رو دارم بیان تو خونه های شما عزیزان و مهمان شما باشم. یه روزی من فکر میکردم تا همین چندی پیش که بیشک من اولین مسافری خواهم بود که برگردم ایران، ولی وقتی من برگردم در فرودگاه هیچ کس نیست که منتظر من باشه دیگه، پدر و مادر در کار نیستن و این همیشه برام یه پرسش بزرگی بود که خب من رسیدم تو فرودگاه تنها، دیگه هیچ کس نیست و بسیار غریبانه وارد سرزمین میشم. اما حالا میبینم یه خانواده بزرگی دارم به اسم خانواده ایران که عزیزم به حضور شما دلگرمی بسیار زیادی به من داد و ممنونم از اینکه شما اجازه میدید من اینجا بشینم و از طرف شما صحبت بکنم و بیام و در خانه های پرمهر و محبت شما باشم. واقعا بی‌نهایت ازتون سپاسگزارم و سر تعظیم در برابر این همه لطف و محبت شما که واقعا من نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم در این تلگرام و سعی میکنم حداقل با فرستادن یک گل به این همه لطف و محبت شما عرض کنم پاسخ بدم و سپاسگزاری کنم. و بازم ممنونم از آقای مهندس سیاوش گرامی، از بانو سارا که اینقدر با وسواس با دقت زحمت میکشند و منو تحمل میکنند. ممنونم از همه شما عزیزانم که به برنامه میهن‌پرستان لطف دارید و خواهش میکنم ازتون که عنایت بکنید و کمک بکنید، همیاری بکنید به تلویزیون ایران آریایی. و همچنین سپاسگزارم از همه بچه‌هایی که در اینستاگرام، من نمیدونستم، حالا دونه دونه برام میفرستن اینا، در اینستاگرام، در فیسبوک، در پرتاک بچه ها برنامه رو پخش میکنن. البته پرتاک رو خب میدونیم بچه ها هستن در روم های مشروط خواهان و پخش میکنن به صورت مستقیم که از همین نام سپاسگزارم و امیدوارم که بنده لایق این همه محبت شما عزیزان باشم. اما بریم سر مطالبی که میخوام حضور شما امروز عرض کنم. پرسش هایی که مطرح کردی من سعی میکنم دونه دونه در برنامه ها اونهایی که باید گفته بشه و به نظر خودم مهم هست، البته همش مهمه، ولی اونایی که فعلا مهمتره اونا رو مطرح بکنم و با شما به گفتگو بنشینم، چون دیگه دونه دونه به همه شما از آن هست کردم دیگه نمیشه پاسخ داد. به طور کلی میایم در این تلویزیونی که جهانی هست و به همه جای این امواج میره، از ژاپن تا عرض کنم اسرائیل و از تمام خاورمیانه تا ترکیه و اروپا و امریکا و کانادا، به هر حال سراسر جهان علاقمندان میشینم و گوش میکنه و میبینه. اساس پرسش همه شما عزیزان در این چند وقتی که من دیدم، البته قبلنم بود منتها الان میبینم که این پرسش بیشتر و بیشتر داره مطرح میشه و یک حالت جدیتری به خودش داره میگیره، در مورد شخص اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم، که شما همیانان عزیز، شما جوانانی که من مجبورم البته ازتون هم میشه اولین سوالی که میپرسم میگم دختر خانم یا آقا پسر شما چند سالتونی، یه حدود سنی به من بگید که تا این لحظه من میانگینی که گرفتم حدودا میتونم بگم 35-36 سال به پایین بوده تا 18 سال 19 سال. و میبینم که شما تمام صحبتاتون بر سر این هستش که چرا شاهزاده رضا پهلوی که بعضیتون هم مینویسید ولیعهد،
و یا شاهزاده رضا پهلوی که من ازتون خواهش میکنم که این ولیعهد رو از مغزتون دیگه بیرون بیارید، ایشون شاهنشاه ایران هستن. این جمله رو اینقدر بگید تا در ذهنتون حک بشه، اعلی حضرت یا شهریار ایران یا پادشاه ایران، حالا هر چی دوست دارید بگید، من فقط به عنوان یک پیشنهاد عرض کردم. حضورت رو عرض کنم که همه شما این مطلب رو می نویسید که چرا شاهزاده رضا پهلوی یا ولیعهد رضا پهلوی یه اعلامیه نمیدن، چرا ما رو نمی کشن تو خیابونا، چرا اون رهبری رو به دست نمی گیرن، که کل کلام حالا من برای شما توضیح می دهم. ببینید همبیانان عزیز، اما خواهش میکنم ازتون، استدام میکنم، مخصوصا بچه هایی که الان تو اینستاگرام یا فیسبوک یا جای دیگه نشستین گوش میکنید، این دستاتون رو این دکمه ها بردارین، چت نکنید دیگه، فقط گوش کنید، خواهشم، تمنا میکنم ازتون. اما قبل از اینکه این موضوع رو بگم، در مورد ضبط برنامه و بازپخش برنامه، دوستان عزیز من نمیدونم این برنامه بازپخش داره نداره، اگه داره که پخش میشه، به خدا من نمیدونم. در این رابطه خواهش میکنم با خود تلویزیون و با مدیریت تلویزیون تماس بگیرید، من هیچ اطلاعی ندارم، چون که خودم نمیشم برنامه خودم نگاه کنم، اصلا تلویزیون نگاه نمیکنم به جز برنامه شنبه تلویزیون ایران آریایی که مردم تلفن میزنن، من فقط میخوام نظرات مردم گوش کنم، حقیقتش من نمیشم پای صحبت کسی، نه که بگم دیگه من خودم علامه در شدم کسی رو قبول ندارم اشکال، نه موضوع این نیست، اولا وقت ندارم، دوم من دیگه نمیتونم بشینم صحبت ها این صحبت ها رو گوش کنم، حقیقتش به شما بگم، چه دروغم نمیام، دروغ تو ذات من نیست. بنابراین خودتون بگید که نمیدونم چرا پخش میشه، نمیشه، اصلا میشه، چه ساعتی، من واقعا اینا رو نمیدونم. و اینکه از من پرسیدید در مورد اینکه من برنامه رو ضبط بکنم بذارم توی عرض کنم تلگرام، من بلد نیستم این کارا رو، خودتون ضبط کنید، حالا اون حجمشو قراره پایین بیارید که بچه‌ها ایران ببینن، برای من بفرستین، حالا به اسم خودتون یا به هر طریقی به من بگید، یاد بدید من چیکار کنم، من میذارم توی تلگرام. این کارا رو من واقعا بلد نیستم، شرمندتونم ببخشید، چون به چیزی که علاقه ندارم یاد نمیگیرم. من نزدیک 20 سال کامپیوتر دارم مثل همه ایرونیا، ولی اصلا هیچ علاقه ای ندارم. مثلا من چند وقت تازه فهمیدم به این چیزی که الان بغل دستمه به این میگن ماوس، من این چیزا رو بلد نیستم، نمیخوام بلد باشم، وقتم رو این چیزا نمیذارم، ولی نمیگم چیز بدیه، شما جوونا باید یاد بگیرید و این تکنولوژی رو باهاش باید هماهنگ بشید، من علاقه ندارم واقعا برحال. اما بریم سر اصل قضیه. ببینید همینان عزیز، خوب توجه بفرمایید، خواهش میکنم، من رضا الان در آلمان زندگی میکنم، من تابع قوانین آلمانم، خب یعنی من اگر الان برم بشینم تو ماشینم یک قطره آبجو از گلوم بره پایین، پلیس منو بگیره، با ویلاست، اینجا قانون داره، من تابع قوانین آلمانم، یا نباید اینجا زندگی کنم، یا اگر اینجا زندگی میکنم باید قوانینشو رعایت بکنم. شما اینجا ساعت 10 شب به جز شنبه شبا، یعنی فردا شب، شما ساعت 10 شب به بعد نمیتونی صدای موسیقی تو، صدای نمیدونم تلویزیون تو، صدای هیچ رادیو تو نمیتونی ببری بالا، ملاحظه فرمودی؟ و اگر این کارو بکنی چی میشه؟ زنگ میزنن و همسایه حق داره زنگ بزنه و پلیس میاد چیکار بکنه؟ پلیس میاد و خب به شما تذکر میده، بخواید مقاومت بکنی یه قبض جریمه برات میاد و قبض ندی یه قبض دیگه، یه قبض کارتو میکشه به دادگاه، کارت خیلی بیخ پیدا میکنه. بنابراین ما داریم در کشوری زندگی میکنیم که بهش میگن کشور قانون. اعلی حضرت رضا شاه دوم، پهلوی سوم هم، ایشون هم در کشور قانون دارن زندگی میکنن، یعنی دارن در ایالات متحده امریکا زندگی میکنن. این کشور قوانینی داره، طبق این قوانین اعلی حضرت باید زندگی کنن مثل همه انسانهایی که در اون کشور زندگی میکنن. حتی من بعضی موقع میبینم که ایشون مطالبی رو میگن که من خودم واقعا وحشت میکنم و مطمئنم و کاملا مشخصه که ایشون دارن پاشون رو از روی اون عرض کنم اون خطوط قرمز دارن اون ورتر میگذارن. خب دیگه انسان دیگه خودش نمیتونه کنترل بکنه، داره میبینه کشورش نابود میشه، ملتش داره نابود میشه، نمیتونه ساکت بشه. به خاطر همین از شما خواهش میکنم به این موضوع نخست توجه بفرمایید، یعنی قوانین یک کشور. شما اگر توقع دارید که ایشون علازت رضا شاه دوم، پهلوی سوم بیان و اونطوری که شما مورد نظرتون هست، نه اینکه شما، ما هم دوست داریم، ما خیلی دوست داریم که الان ایشون بیان بشینن مثلا فرض فرمایید جلوی دوربین در منزل خودشون تمام این تلویزیون های فارسی زبان هم عرض کنم پخش بکنن، بگن که خبر مهم امشب
اعلیحضرت یا شاهزاده رضا پهلوی یک پیام مهمی برای مردم ایران داره. خدا شاهده من که همینجور در حضور شما نشستم اولین کسی هستم که چنین آرزویی رو دارم. باور بفرمایید این رویای من که اعلیحضرت بیان بشینن جلوی دوربین و بفرمایند که ملت بزرگ ایران در این شرایط حساس، در این لحظات حساس و تاریخی که کشور ما مورد تهاجم دشمنان قسم خورده ایران قرار گرفته، از درون و از برون هم کشورهای استعمارگر چنگ انداختن روی تمامیت ارضی کشور ما، دیگر نشستن جایز نیست. ما باید دست به یک رستاخیزی، دست به یک قیام ملی بزنیم و من شما ملت ایران رو به عنوان پادشاه ایران ازتون میخوام که این رستاخیز ملی رو از همین امروز آغاز کنیم. حالا یه همچین مضمون، خب دیگه طبیعی همه ما منتظر یه همچین فرمانیم. ایشون نمیتونن این کارو بکنن. همینان عزیز، جوانان عزیز، نمیشه. ایشون در ایران نیستن. ایشون اگر الان در کاخ نیاوران بودن و از درون به ما حمله شده بود، تروریست ها مثل گروه داعش مثلا، یا فرض بفرمایید از کشور خارجی ما حمله میکردن، خب طبیعتاً پاسخ تکلیفش مشخصه، وظیفه‌اش مشخصه و کار رو انجام میدادن. ایشون در یک کشور دیگری زندگی میکنه. بعد در نظر بگیرید که رضا پهلوی مثلا فرض بفرمایید نلسون ماندلا نیست، ایشون مثل مهاتما گاندی نیست، ایشون مثل سایر رهبران جهان نیستن. وضعیت ایران، شرایط ایران، مسائل تاریخی ایران بسیار بسیار متفاوته با جهان. شما نمونه فاجعه‌ای که در ایران به وجود اومده رو نمیتونی جایی ببینی، نیست. من این رو با قدرت به شما میگم دیگه. به هر حال میگه نخوردیم نمونه گندم، ولی دیدیم دست به مردم. ما هم بالاخره دم دو تا کتابخونه رد شدیم و یه نگاهی به سرتیتر چند تا به اصطلاح کتاب تاریخی انداختیم. نیست نمونه. شما نمونه فاجعه 1978-1979 نمیتونید در جهان پیدا کنید. نیست همچین نمونه. وضعیتی که در کشور ما به وجود اومده یک وضعیت بسیار استثنایی است. یعنی چه؟ یعنی اینکه تمام کشورهای جهان حمله ور شدن به ایران، حمله کردن به ایران. در صورت سقوط جمهوری اشغالگر اسلامی، در صورت فروپاشی فرقه تبهکاران، که شک نکنید فروپاشی خواهد شد، در این اصلا هر کسی به این موضوع شک کنه واقعا به عقل خودش باید شک بکنه. شک نکنید، پیروزی نزدیکه، اینو مطمئن باشید، خواهید دید. بعد پرونده ها رو میشه. شما خیال نکنید موضوع جیمی کارتر و اون باند جریان کمربند سبز و اون سایروس ونس، عرض کنم اون برژنسکی مشاور امنیت ملی، و مسئله جیمز کالاهان نخست وزیر وقت انگلستان، یا فرض بفرمایید نشست گوادالوپ که هلموت شمید صدر اعظم آلمان بود، ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه بود، و رفت و آمدهایی که بود، پولهایی که برای اون بیمار روانی روح الله خمینی بود بود شده آوردن گوشن زیر توشکچش در مفلو شاتو زیر درخت سی، رفت و آمدهای صادق قدزاده ملعون، رفت و آمدهای ابراهیم یزدی ملعون، و اتفاقاتی که افتاد، و بعد تیرباران سران ارتش، و بعد مسئله اون چمران، و بعد مسائلی که در کردستان بود، و جنگ با عراق، و و خیلی مسائل هست. اینا اگه لو بره جهان تمام توازن سیاسیش به هم میخوره، که میخوره. یه مقداری ما منتظر یه چند تا سونامی دنیا باید باشه پس از سقوط فرقه تبهکاران، در این شک نکنی. بنابراین مسئله ایران یک مسئله هستش که بسیار بغرنج و پیچیده است. الان شما نمونهشو نگاه کنید، آلمانو ببینید، دو دستی چسبیده به جمهوری اشغالگر اسلامی. نه اینکه اینا از جمهوری جانوران اسلامی خوششون میاد، خیر، چون آلمان میدونه در صورت سقوط چه بلایی منتظرشه، چه بلایی قرار سر آلمان بیاد. آلمان دو سال پس از فرقه تفکران اینی نیست که شما امروز دارید میبینید همه چی اینطوری آروم باشه و بخور بخور باشه و سگ و گور باشون برن میشه گوشت بخورن و کیف بکنن و بیفتک گوف کنن. نه، اینطوری نمیمونه جهان. اروپا به هم میخوره، تمام بازی ها و معاملات و معادلات سیاسی جهان به هم میخوره، از ژاپن و کره جنوبی و سنگاپور و مالزی و اندونزی به هم میخوره تمام این بازی ها. بیا برو تو بازار دبی و اون بر مصر و اون طرف مراکش،
از شمال اروپا، از نفت شمال در نروژ، همه بازی‌ها به هم می‌خوره تا بزن بزن کردها و ترک‌ها در ترکیه و مسئله سوریه، از مسئله بلوک شرق یعنی بوسنی هرزگوین، مسئله بالکان، کوزوو، اوکراین، بازی روسیه سفید، مولداوی، وارد شدن گرجستان به یک وارد یک جریانی که اینا هر کدومش یه داستانی داره، و بعد همونایی که دور و بر خودمون هستن، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، عرض کنم تاجیکستان، قرقیزستان، تمام بازی در دنیا به هم میخوره، بدطوری به هم میخوره، بعضی جاهاش خوب به هم میخوره، بعضی جاهاش خیلی بدطوری به هم میخوره، خیلی بد میشه شرایط، نه برای ما، برای جهان. به خاطر همینه که رضا پهلوی وارث تاج و تخت، یک چنین بازی شده، وارث یک چنین جریانی شده. موضوع فقط اینه که ایشون میاد ایران، شاه هم میشه، اینو مطمئن باشید. غیر از این به هیچ چی دیگه باور نکنید. اگه غیر از این به چیز دیگه باور دارید، خب هیچ دیگه، بس میگم بدید به عقل خودتون شک کنید، چون اصلا بازی قرار نیست اونطوری بشه که یک سری احمق نشستن میگن سازمان تروریستی مجاهدین اون، اصلا این بازی اینا نیست، جریان این چیزایی نیستش که یه عده‌ای روی ناآگاهی، یه عده‌ای روی عرض کنم پدر سوخت بازی، و یه عده‌ای هم رو واقعا خب احمق دیگه، بنده خدا دیگه، مثل ساخوندا اون بیشور، مثل علم الهدا اون بیشور دیگه، آدم که بیشور دیگه چیکارش باید بکنه. بنابراین اینکه شما تصور می‌فرمایید که الازاد رضا شاه دوم، پهلوی سوم اینجوری بیانیه بده، شاید یه روز این کارو بکنم، من اینو نمیگم ایشون محاله این کارو بکنه، من تا این لحظه دارم، شاید فردا الازاد این کارو بکنه، من نمیدونم، ولی تا این لحظه ایشون فعلا توی این کانال نیست، توی این جریان نیست، اینطوری نیست موضوع که شما فکر میکنید. اما با همه این مسائل باز هم ایشون دارن فرامین لازم رو میدن، دستورات لازم رو میدن، اون چیزهایی که در پس ذهن ما نهفته هست ایشون دارن میگن اونا رو. منتهای مراتب ببخشید من مجبورم با شما باید با صراحت صحبت کنم، چون بالاخره یکی باید بیاد بشینه با صراحت حرف بزنه، نمیشه همش لاپوشانی کرد و مثال زد و بپرید بالا درخت و بپرید نمیدونم تو زیر زمینه، اینطوری نمیشه. باید بشینیم با هم گفتگو کنیم، موضوع کشورمونه، موضوعش یه شخصی، موضوع رضا پهلوی نیست، موضوع من نیستم، موضوع تو نیستی، موضوع حسن آقا و حسین آقا نیست، موضوع یک کشوره، آبروی یک ملت، آبروی یک کشوری که 2500 سال تاریخ داره، موضوع شخص نیست. ما خیلی زندگی کنیم میشیم 120 سال، 150 سال، کلاغ که نیستیم که، موضوع ماندن ایرانه. بنابراین ببینید همینان عزیز، شرایطی که ما الان در اون هستیم، وضعیتی که ما الان در اون هستیم، این شرایط رو الازد دارن برای ما باز میکنن، برای ما دارن میگن که شرایط چیه، منتها ما گوش نمی کنیم، حواسمون پرته، تو حال خودمونیم، میشینیم گوش میکنیم، نگاه میکنیم، ضبط میکنیم، پخش میکنیم، پاسکاری هم به هم میکنیم، خبرم میدیم، امشب شاهزاده قراره مثلا با فلان تلویزیون صحبت کنه، مثلا دیدین چجوری گفتی. خب ببینید عزیزان، شما همین برنامه رو الان میگم جناب سیاوش لطف کنن پخش کنن، همین صحبتی که ایشون با تلویزیون من و تو داشت، بالاخره ما ایرانی هستیم، ما ایرانی ها اصلا به نگاه کردن و به اون اشاره در جهان زبان زدیم، واقعا ما با چشمامون با هم حرف میزنیم دیگه، ما باید بشینیم چهره این مرد رو نگاه کنیم، اون موهای سفید رو نگاه کنیم، اون دلنگرانی رو شما داری از صورت ایشون میبینی، اون غم رو شما تو چشماش داری میبینی، تمام وجودش داره میلرزه، سعی میکنه خودش رو آروم نشون بده، سعی میکنه خودش رو کنترل کنه، ولی درونش آتش فشانه. این دیگه شما چهرهشو بشینید نگاه کنید، همینطور که گوش میکنید چند بار نگاه کنید به حرکات دستاش، به صورتش، داغون شده، مملکتشه. من ایران برام، منم و محلم و تهران، مثال دارم میزنم، من قربون همه سراسر ایرانم بشم، اما من با رضا پهلوی خیلی فرق میکنم، فرق از زمین تا کره مریخه. ایشون پدر ایرانه، من یه شهروندم، یه سربازم، ایشون پدر ایرانه، ایشون میگه ملتم، سرزمینم، کشورم. خیلی تفاوت داره چه شبایی این مرد در خونه خودش در همین واشنگتن پشت پنجره ایستاده و اشک تو چشاش جمع شده، گریسته برای ایران و ایرانی. شکی نکنی من هم نسل رضا پهلوی هستم، همون درسی رو که ایشون تو کاخ خونده
منم اون درس رو تو مدرسه خوندم، ایشون مدرسهش تو کاخ بوده، من مدرسه تو خیابون بوده، همون درس رو خونده، همون فارسی رو خونده، همون ریاضی رو خونده، همون علوم رو خونده، همونایی که من خوندم ایشون خونده، ایشون هم مثل من همون شعرهای فردوسی رو خونده، شعر خیام رو خونده، همون مشقا رو خونده. ما مال یه نسلی، ما جفتمون با هم تغذیه رایگان خوردیم، ایشون تو کاخ خورده، من توی مدرسه خودمون خوردم. خیال نکن مثلا رضا پهلوی مثلا تغذیه رایگان خورده، بله خورده، مثلا فرض کن طلا خورده، نه، همون کیکی که من خوردم، اون شیری که من خوردم، همون موزی که من خوردم. رضا پهلوی هم مثل من، مثل هم نسل منه. ما رو محمد رضا شاه پهلوی، آریامهر بزرگ، خیلی میهن پرست واقعا بزرگ کرد. ما قرار بوده که بعد از اعلیحضرت بشیم سربازان رضا پهلوی، ما قرار بوده با رضا پهلوی کار کنیم، چون ما سنمون به شاهنشاه نمیخورده که، شاهنشاهی قرار هم 500 سالی که شاه بمونه، خیلی میمونه 3-4 سال بعد که رضا پهلوی برگرده بیاد ایران و از امریکا یه دورهایی ببینه و احتمالاً یه دانشگاه افسر مثلا بشه 24-25 سالشو و شروع کنه به خدمت. ما هم اون موقع دیگه دانشگاهمون رو تموم کرده بودیم و حالا می‌شدیم پزشک، مهندس، کارگر، کشاورز، چه بدونم، هر ورزشکار، هنرمند، بالاخره ما هم یه گوشه دو مملکت خدمتگزارش باشیم. و محمد رضا شاه پهلوی واقعا این ایران پدر، روح شاد، خدا رحمت کنه هر دو پدر و پسر رو، ما رو طوری تربیت کردن که ایران رو بسازیم و ادامه بدیم اون سازندگی رو. بنابراین همون احساساتی رو که ایشون داره منم دارم، هم نسلای منم دارن، ما یه تفکر دیگه ای داریم نسبت به ایران، فقط با این تفاوت که رضا پهلوی رو احساسش رو هزاران برابر بیشتر کنی. چرا؟ چون مسئولیتش هزاران برابر بیشتره. من مسئولیتی ندارم نسبت به ایران ایرانی، در حد خودم. چرا؟ به عنوان یه بشر منم مسئولم، این مسئولیتم که اینجا نمی‌نشستم، هرج و جوش نمی‌خوردم. ولی شما حسابشو بکنید، ایشون پدر مملکته و پدر مملکت میدونه چی کار کنه، حواسش هست. شما خیال نکنید پیام‌های شما رو گوش نمی‌کنه، شما خیال نکنید رضا پهلوی نمی‌دونه درد دل شماها چیه، خودش داره میگه، بارها اعلام کرده، ولی با همین شرایط داره فرامینش هم میگه، داره حرفا رو میزنه، داره نصیحت میکنه، اخطار میده، هشدار میده، ولی ما گوش نمی‌کنیم، وجدانا نمی‌کنیم. نمیگم هممون، ولی باور کنید اکثریتمون، اکثریت ما گوش نمی‌کنه. حرفا تموم میشه و تموم شد و منتظر مثلا ایشون بیاد سخنرانی بعدی، مصاحبه بعدی. بعد یه دم میگن که آقا این حرفا رو که اون دفعه هم زد طبیعیه، شما 200 سال دیگه از اعلیحضرت بپرسید 200 سال دیگه همون پاسخا رو میده. چرا؟ چون راهش مشخصه، کارش مشخصه. چرا؟ چون اهل شالاتان بازی و حب بازی و اهل این کارا نیست، کارش از روز اول مشخص بوده. شما بدون حرفای ایشونو 30 سال پیشش رو گوش کنید، 25 سال پیش، 20 سال پیش، 15 سال پیش، 10 سال پیش، 5 سال پیش، همونا رو گفته، چون کارش مشخصه، راهش مشخصه، منتها تجربه زندگی و تجربه سیاسی فقط بالا رفته. اما اساس قضیه اون مبانی و اندیشه های سیاسی ایشون کاملا مشخصه. غیر از این بود خب ما دنبالش نمیافتادیم. غیر از این بود که 90 درصد ملت، خودتون مینویسین توی همین تلگرام، آقا رضا 90 درصد مردم منتظر بازگشت رضا پهلوی هستن، 90 درصد مردم دارن فحش به اسلام میدن، حرفای خودتونه دیگه. خب اگر غیر از این بود، مردم ایران که دنبالش نمیافتادن، تمام امیدو که به رضا پهلوی نمیبستن. بنابراین من ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم، ما یه سری ما به عنوان سرباز یک سری وظیفه داریم، اعلیحضرت هم به عنوان پادشاه ایران یه سری وظیفه دارن، ایشون وظیفه خودشونو دارن انجام میدن. پوزش میخوام، ما وظیفه خودمون انجام نمیدیم، ما وظیفمون رو آنطوری که بایست و شایست انجام نمیدیم، واقعا نمیدیم. اگر هر کدوم از ما تک به تکمون، من، تو، او، ما، شما، ایشان، اگر تک به تک ما ملت ایران وظایف خودمون انجام بدیم، به خدا قسم اگر جمهوری اشغالگر اسلامی موفق بشه زیر کمتر از خیلی دیگه شانس برن دو ماه بمونه، زیر کمتر از دو ماه میرن. آخه کسی نیست اگه ماش روزه خان و زیارت نام خان جنگی رو فاری، حالا آلمان بیاد 300 میلیون چیه 500 میلیارد برو بریز تو تویله اسلامی، تمام دنیا بین پول اصلا چاپ کنی، دلار و پوند و یورو چاپ کنی بزنی تو ایران، اون مملکت شطور با بارش گم میشه. مگه کار 1 میلیارد و 100 میلیارد و 500 میلیارد خانه از پایبس ویران است؟ نشینید به این پرت و پلای مرکل و نمیدونم موگرینی و کوکائین فروش و شراب فروش و خانم فروش و به این چرت و پرتا نشینید گوش کنید. اینا داستانه، اینا سرگرمیه، کدوم کمک، کدوم پول؟ ملت نخواد کار تمومه. من اون بارم گفتم اون لنین گربه گون شده یه حرفی زد، حرف قشنگی زد، آدم باید دشمنش هم یاد بگیره. لنین میگه خلق نخواهد حاکمیت نتوانه، مردم ایران اینا رو نمیخوان، تموم شد کار، تموم شد، ممر لولو برد.
فرقه تبهکاران رفت افتاد به لجندان تاریخ، خودشون هم میدونن که به جفتگی انداختن افتادن. من نمیبینی حسن هفت خط میره میشینه تو اون یارو گاریه، بعد میگن که ما هواپیما ساختیم، دور و گول لعنت به پدر و مادر. جناب سیاوش تمنا میکنم اون شماره یک رو همین ایمیل رو پخش کنید، خیلی ممنون میشم. تمنا میکنم نوجوانان، جوانان، بچه های ایران، خواهش میکنم با جان و دل گوش کنید، استدعا میکنم گوش کنید. جناب سیاوش خواهش میکنم. ارجیها چه هست به این گفتمانی که شما باشون مطرح میکنید؟ مقدار زیادیشون این رو درک میکنن، ولی خب سوالشون آنن میشه خب پس جاش چی؟ آلترناتیوتون چیه؟ چه چیزی در صحنه است که ما بتونیم رو اون حساب بکنیم؟ اینجاست که من برمیگردم به خودمون میگم، به همیانانمون، خب اون دیگه دست ماست. ما نمیتونیم بشیم عقب بگیم آقا نمیدونم امریکا اینو میخواد، انگلیس اونو میخواد، فرانسه اونو میخواد، آلمان اونو میخواد، روسیه اونو میخواد. ما چی میخوایم از خودمون در وهله اول؟ میخوان با این دنیا تعامل داشته باشن مردم، و این نظام نماینده مردم نیست. کسانی که مورد اعتماد مردم هستن، کسانی که کوچکترین آلودگی با این نظام ندارن، چون همه چیز برمیگرده به مشروعیت و اعتماد مردم. اگر امروز شاید سهه به خصوصی رو شخصی مثل من هست، حداقل میتونم بگم که شاید دلیل اصلیش هستش که از هر کسی بیشتر فکر میکنن که میتونن به من اعتماد بکنن، چون نه من انقلابی بودم، نه دستم این رژیم آلوده بود، و بنابراین این خودش فاکتور تشخیص خیلی کلیدی است. به همین دلیل میگم کسانی امروز میتونن مبارزه رو عهده‌دار بشن که هیچ نقطه منفی درشون پیدا نشه، که اعتماد جامعه رو بتونن جلب کنن. این جامعه امروز نیازمند این هست که به یه چیزی بتونن اعتماد بکنن. البته امیدوارم نه فقط به یک فرد، بلکه به یک مجموعه، به یک جریان، و اینجوریست که من فکر کنم ما موفق خواهیم بود. سپاسگزارم از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دوستان به من همین الان خبر دادن که از طریق ذات‌الدید عرض کنم روی ماهواره قطع شده، در بعض نقاط قطع شده اینا. خب به هر حال کار تکنیکی دیگه، کارش هم نمیشه. حالا بچه ها ضبط میکنن، پخش میکنن و مجددا خواهید. به هر حال این در این رابطه که پرسیده بودید و من حضورتون عرض کردم. اما در این قسمت دوم برنامه یه مطالب دیگه هست، من اونو حضور شما عزیزان عرض کنم. جمهوری اشغالگر اسلامی، فرقه تبهکاران مدام داره ملت ایران رو میترسونه. صبح تا شب در اون طویله‌ای که اسمشو گذاشتن صدا و سیمای اسلامی، صبح تا شب دارن سرودهای ملی میذارن و کار به جایی کشیده که مهران مدیری، یکی از بازجوها و شکنجه‌گران وزارت اطلاعات، اینا نکته کن دروغ میگم ها، لو خواهد رفت، مثل اون پاسدار تبرزدی و مثل سایر اعراضی و باششون، اومده داره آهنگ زنده یاد هایده رو میخونه که مردشون اون قیافت رو ببرن که آهنگ زنده یاد هایده رو به اون لب کثیف داوود دیدو بی پدر و مادر. اونی که میشینه برنامه 90 براتون درست میکنه، اون عادل فردوسی پور، ببینید در تلویزیون و رادیوی جمهوری اشغالگر اسلامی هر کس اونجا نشسته باید یا آدم لو بده یا تیر خلاص زده باشه یا شکنجه‌گر باشه یا بازجو باشه. هیچ کس در فرقه تبهکاران وقتی وارد دار و دسته که اینا میشه، یعنی میاد تو مدیریت، یه طبقه پایین‌تر از مدیریت، شما باید یه کاری بکنید تا بتونید بیای اونجا. یعنی باید یه 10-12 نفر رو بکشید، تیر خلاص بزنید. همتا علکی نمیگن تو بیبیشون مهران مدیری، عادل فردوسی پور یا مهناز افشار یا ساری عرازل اوباش، شما باید یه کاری کرده باشید. بگذارید، حالا اومدن آهنگ میذارن و سرود میذارن و بعد مردم رو میترسونن، آی سوریه رو نگاه کنید، ایران اگه ما بریم میشه سوریه. البته مستقیم نمیگن اگه ما بریم، چون میگن ما که نمیریم، ایران میشه سوریه، جنگ داخلی میشه اصلا از این چیزا نترس. من ده ها بار گفتم، بازم تکرار میکنم، تا فرقه تبهکاران، خوب گوش کنید ملت ایران، تا فرقه تبهکاران در ایران هست، هر بلایی بر سر ما میاد. سوریه میشه، عراق میشه، افغانستان میشه، جنگ داخلی میشه، قحطی میشه، بکش بکش میشه، دریای مازندران میره، رودخونه ها خوش میشه، جنگلا آتش گرفته میشه، همه این بلاها سر اون میاد که اومد، که اومد. اینها برای حفظ بقای خودشون لازم باشه از اون طویله جماران، از اون طویله رهبری،
زنای خودشونو، دختران خودشونو لخ کنن بیارن وسط میدون 24 اسفند عربی برقصن، این کارو میکنن، میکنن. اینها برای حفظ بقای خودشون دست به هر کاری میزنن، داعشو میارن، اصلا خودشون داعشن، ملا عمر رو میارن، خودشون ملا عمرن، خودشون بن لادنن، خودشون تروریستن. فرقه تبهکاران بنیانگذار تروریست نوینه، اون بیمار روانی روح الله خمینی بنیانگذار تروریست نوین بود. اینها بمانند ایران سوریه میشود، بله میشود. اینها بمانند جنگ داخلی میشود، بله میشود. اینها بمانند احتمال حمله نظامی به ایران هست، بله هست، بله هست. صبح تا شب نشستن دارن میگن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، این باید بمیره، اون باید بمیره. 39 سال دارن پرچم آمریکا و اسرائیل آتیش میزنن. بالاخره یه روزم صبر اینا تموم میشه بابا جان. اینها اگر بمانن هر اتفاقی میفته، اگر میخواید اتفاقی نیفته اینا باید برن. چگونه باید برن؟ آها، ببینید همیانان عزیز، ما سربازیم، سرباز برای نجات کشورش باید سینه سپر کنه. من میدونم الان شما تو ضمیر ناخودآگاه خودتون میگه آقا یعنی تو چه نمیدونی سینه سپر کنی؟ چون با من ترسو بودم در رفت. شما که نترسید وایسادی سینه باید سپر کنی. بالاخره ما هم اینجا ساکت ننشستیم دیگه، ما هم بالاخره یه کارایی کردیم، چهار تا داد زدیم اقلا، یه مثل بقیه نرفتیم که زیر لحاف و پاس جمهوری اشغالگر اسلامی بگیریم بریم ایران عممون رو ببینیم و خالمون رو ببینیم. به هر حال شما که ماندید و مقاومت کردی، باید وضعیت رو شما تغییر بدید. شما باید این دیکته ای رو که، این انشایی رو که انگلستان نوشته، شما باید این انشا رو، این دیکته رو شما باید تغییر بدید. شما باید بگید ما راجع به چی میخوایم انشا بنویسیم. نباید بذارید انگلستان بگه مثلا بیاین راجع به فلان میوه صحبت کنی. نه، من بهت میگم انشا چیه. ملت شما باید انشا رو بنویسید. شما باید به جهان بگید ما اینا رو نمیخوایم، ما اون آقا رو میخوایم که نشسته تو واشنگتن، ما اون آقا رو میخوایم، ما شاهمون رو میخوایم، ما شاهمون رو میخوایم. شما باید شاهتون رو برگردونید. چگونه؟ با تظاهرات، با پخش عکسای رضا پهلوی. من هر بار بیام اینو بهتون میگم، عکسای رضا پهلوی توسط اون بچه ها، اون لیدرها، عکسای رضا پهلوی باید پخش بشه، شبونه پخش کنه، پخش کنید، بریزید تو خونه ها، بذارید لای در ماشینا، بچسبونید روی دیوارا، نمیدونم هر طوری که خودتون بلدید، من نیستم اونجا، نمیدونم روش ها رو بلد نیستم. بنویسید رو در دیوار، همه جای ایران رو پر کنید، همه جا رو تمام دیوارا بنویسید، رو تمام دیوار بانک، سینما، نمیدونم خیابون، کوچه، هر جا رو تیر چراغ برق بنویسید، از هر جا رد میشید بنویسید رضا پهلوی. نه اصلا نمیخواد بزنید درود، همه فقط اسمشو بنویسید، رضا پهلوی، رضا پهلوی، بنویسید اسمشو، عکساشو پخش کنید. مبارزه به این میگن دیگه. و اینکه یه عده‌تون به ما به من میگید که آقا احمدی هیچ راهی نداره جز جنگ مسلحانه، اصلا وارد این بازی‌ها با من نشید. اگه میخواین از این تکس‌ها برای من بزنید، خواهش می‌کنم کانال برید بیرون، اصلا وارد این بحث‌ها با من نشید. من جوگیر این حرفا نشم، من اساسا آدم جوگیری نیستم. جنگ مسلحانه و کوکتل مولوتوف بندازیم و آتیش بده، اصلا و ابدا. ما دنبال تخریب نیستیم. اما اگر زدنتون بزنینشون، این فرمان پادشاهه، این فرمان پادشاهه. نشین به این چرت و پرت این ور اون ور گوش کنید. اگر رژیم اشغالگر اسلامی، فرقه تبهکاران وارد خشونت شد، دیگه ملت جایز نیست که ساکت بشینید. خشونت پاسخش خشونته، این قانون بین المللیه. مسالمت آمیز اومدیم تو خیابون، داریم ما رو کتک میزنیم، حالا که میزنی میزنیمت، حالا که ما رو میزنی میزنیمت، در برابرشون بیستیم. اما ما نباید آغازگر باشیم، ما نباید با نیت کوکتل مولوتوف بیایم تو خیابون، ما نباید با قمه و چاقو و سلاح سرد و گرم بیایم تو خیابون. ما هدفمون تخریب نیست، ما هدفمون بازگشت به دوران انسانی، به دوران انسانی پهلویه. همینو بس. ما با کسی سر جنگ و دعوا نداریم، اما ما رو بزنید میزنیم تو دیگه. اون ممه رو لولو برد، ولش کن نزنش، نه نه نه، گیرشون هم آوردید بزنیدشون، بزنید که حساب کار دستشون بیاد.
39 سال دارید ما رو کتک میزنید، 39 سال با زنجیر دارید ما رو میزنید، با قمه ما رو میزنید، با چوب ما رو میزنید، با سلاح سرد و گرم ما رو میزنید، میبرید تو زندان بهمون تجاوز میکنید، هر کاری دلتون میخواد با ما میکنید. نه تموم شد دیگه، دیگه تموم شد، جون به لبمون رسید، چیزی دیگه نداریم بفروشیم. میگن طرف کفگیرش به دیگ خورده، دیگه اصلا نه کفگیری هست نه دیگی هست، اصلا چیزی دیگه واسه ما نداریم بی پدر و مادر. بنابراین ملت ایران تعیین تکلیف با شماست، شما باید بیاین تو خیابونا، شما باید با حساب و کتاب با یک برنامه ریزی صحیح بیاین تو خیابونا. آقا کی برنامه ریزی کنه؟ خودتون یه روزی رو اعلام بکنی تو خودتون. این همه اتفاقات تاریخی است به مناسبت همین حمله عراق به ایران. به طور مثال در گذشت علیرضا شاهنشاه آریامه، در گذشت عرض کنم رضا شاه بزرگ، تولد رضا پهلوی، خیلی اتفاقات است، خیلی مسائل تاریخ. آقا همین جریان سینما رکس آبادان، بچه های آبادان، بچه های خوزستان، 650 نفر از فک و فامیل شما رو سوزوندن. چرا نشستین تو خونهاتون؟ چرا کسی نمیتونه بده شما اعتراض کنه؟ آقا اومدیم به خاطر سالگرد به قتل رسیدن و به سوزاندن فامیلمون، بچه‌مون. هر بارم به هر بهانه میان تو خیابونا، یواش 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 شعارها شعارهای سیاسی میشه. دیگه سر از دوستان برام میسن آقا رضا جنبش موز را بندازید. موز و دختر رفسنجانی وارد میکنه. آقا 10 روز موز نخوریم. خدا 10 روز موز نخوریم. ولی عزیزان من این راهش نیست. قربون شما بدم پول آب و برق ندید. خب پول آب و برق نخوریم، آب و برق قطع میکنه. اولا دیگه نه آبی از نه برقی است. اون یه ذره که بود قربونم قطع میکنه. نه اینا راه و روشش نیست عزیزان من. اون مبارزه به دور از خشونت، اون نافرمانی مدنی، اینا یه مسائلی هستش که باید باز بشه برای همیانان عزیز توضیح داده بشه. خب تو کسی اینجا توضیح نمیده، چرا قام دنبال تریاک و منقل و عرق و ورق و بازارچه آگهی ها و دوبه و بقیه ماجراها عزیزان من؟ اینا دنبال یه داستان دیگه هم. بنابراین خودتون باید یه روزایی رو انتخاب بکنید تو خودتون، اینقدرم نترسید، اینقدرم دیگه نگید این جاسوسه، این نمیدونم ماموره، این فلان. نه آقا جون دیگه اینطوری هم نیست. شما تصور میکنید مثلا وزارت اطلاعات در برابر 80 میلیون ایرانی مثلا 500 میلیون اطلاعاتی کشته؟ نه بابا 40-50 هزار نفر هروئینی و شیرهای و تریاکی کسی نیست. اینقدرم گندشون نکنید. اینا مامورانشون، ماموران وزارت اطلاعات برای نگهداری فرقه تبهکاران یه چیزای دیگه، فرمولای دیگه دارن. آدماشونو برسن خارج از کشور که اینجا بیان بشینن برای ما مثلا نطق کنن. به انواع و اقسام به اسم دانشجو، به اسم نمیدونم تحلیلگر، به اسم نمیدونم مثلا کدیبر. بیاد یه مدت مثلا گنجی بیاد ملت اینطوری بذاره سر کار، همین اکبر پونس اینطوری مبارزه اینطوری بذاره سر کار. در یه مراحلی هم موفق شدن، چرا دروغ بگیم؟ باید بگیم که یاد بگیریم از شکستایی که خوردیم و طرحایی که اینجا داده شد و بیاین تو خیابون و من میام ایران واسه تو بشکن میزنم میرقصم و بقیه ماجرا. بنابراین شما ملت ایران هستید، شما نوجوانان و جوانان ایران هستید، شما هستید که باید با عقل و درایت خودتون بگید که مثلا میگم به طور مثال آقا یه روزی رو اختصاص بدیم در تمام تهران، حالا یا اصفهان یا شیراز یا هر شهری اختصاص بدیم توی محله‌هایی که فردا صبح ما میدونیم اینجا خیلی رفت و آمد هست، بریم آقا توی هر 50 متری بنویسیم رضا پهلوی، جاوید شاه. ها؟ یه هفته دیگه بچه‌ها بریم تو تمام پارک‌ها عکسای رضا پهلوی رو یه چسب بزنیم، بذاریم روی این نیمکتا. این چسب مالی ما عکسشو بزنیم. 5 تا نیمکت اونورتا با حساب با کتاب 4-5 نفر باشین دید داشته باشه. برای خودتون واردین دیگه. و غیره و ذلک. به این شکل باید مبارزه کرد. راه دیگری نیست. بعد وقتی به این شکل مبارزه بشه این پیام به خارج از کشور میاد. پیام خارج از کشور که بیاد علازه دست و پاش بازه. بعد در حال باید با مقامات کشور خارجی صحبت کرد. آقا جان چجوری هست؟ چرا داری حمایت میکنی؟ من کوری من نمیبینی؟ بابا ملت اومده تو خیابون داره میگه جاوید شاه. ملت اومده میگه ما آزادی میخوایم، ما دموکراسی میخوایم. آقای من اسمش ملت ایران ها، این مردم مثلا فرض بفرمایید ماداگاسکار نیستا، این از این جزیره هونولولو و پونولولو نیستا، این جزیره کوبا نیستا که نیشگر بفروشه سیگار برق بفروشه، این کشور شیلی نیستا، این اسمش ایران ها، این کشوریه که تاریخو نوشته ها، این کشوریه که خیلی داستان توش اومده، اینو پزشکی اومده بیرون. همین که امروز شماها دارین دلشگرتون رو دارین جراحی میکنید و نمیدونم موفق شدید این همه پزشک توی سراسر دنیا به عنوان متخصص بیرون، این ریشه‌اش از توی ایران اومده بیرون ها. این ملتیه که الکل رو کشف کرده که بشر تونست زندگی بکنه ها.
اسمش ایران ها. شما بد دارید این دهنججی میکنید به ایران ها، آقایون غربی ها، خانم های غربی ها. اینطوری نمیمونه همیشه ها. خانم مرکل، پرزیدنت نمیدونم پوتین، من دیگه دوست جنایتکار تا ابدالآباد زنده نیست. یا بالاخره دو ملت ایران و روس، دو ملت ایران و آلمان، ملت ایران و انگلیس، ملت ایران و فرانسه، ما باید با هم زندگی کنیم روی این کره زمین ها، باید رفت آمد بشه. خیال نکنید که مثلا فرض کنید اینقدر اوضاع چی در چمنه، علاوه دستش بازه میتونه بره صحبت بکنه، در کاخا بروش بازه، در وزارت امور خارجه بروش بازه، بالاخره میتونه بره بشینه با انسانایی که سیاست هنوز تو دنیا بالاخره یه چهار تا آدم با وجدان سیاستمدارم هست. اینطوری هم که نیست مثل مرکل باشن و مثل ترزا می باشن، بعد دستش باید باز باشه. خب خود ایشون الان من پخش کردم، الان دیدید دیگه، خود ایشون دارن میفرمان آقا جان، همه میگن آقا این اصلا بعد خب آلترناتیوتون کی، جانشین کیه؟ خب من چیزی ندارم بگم، مردم باید بخوان. و یک مطلب دیگری، اینایی که نشستید در خارج از کشور برای مردم نسخه میپیچید، من هر از چندگاهی فرمایش ایشون رو پخش میکنم که گوشی بیاد دستتون. آنهایی که دستشان به خون آلوده بوده است و با فرقه تبهکاران به هر دلیلی اینها در ارتباط بودن، خیال نکنید که براتون فرش قرمز میدازن اومدید به عنوان مهندس و دکتر و لقبای دروغینی که این تریه که بهتون میده، بعد میایید خیال میکنید مثلا فردا قرار بشین رهبر اپوزیسیون. نه، این حرفا نیست بابا جان، اصلا و ابدا. رضا پهلوی وارث تاج و تخت داره با جوانان ایران کار میکنه، ایشون تمام تمرکزش رو جوانای ایرانه، برای همینه جوانای ایران دوستش داره، برای همینه که نوجوانان و جوانان ایران مینویسن برای من. ما فدایی رضا پهلوی هستیم، جونمونو براش میدیم، واقعا هم راست میگم، من از نوشته هاشون حس میکنم، دروغ نمیگم، از ته دلشون میگم. اینا مثل نسل گذشته نیستن تو رود بگن مخلصم چخلصم تا روتو برگرد این چارتو فوشت بدن، نسلی هن که واقعا وقتی با حرف میزنن اون چی که تو فکرشونه بهت میگن، چه بد چه خوب، چه کم چه زیاد، چه اشتباه چه صحیح میگن. نسل خوبیه، نسلیه که ایران رو باید بسازه. بنابراین من از همه شما نوجوانان و جوانان ایران به عنوان یک سرباز، به عنوان یک هموطن تو، نه بیشتر، کسی نیستم، من مثل همه شما به عنوان یک هممیهن، از همه شما خواهشم فقط اینه، همینطوری که از اعلیحضرت دارید حمایت میکنی، یا به قول خودتون ولیعهد شاهزاده حمایت میکنی، همینطورم هم برید و فعالیت های خودتون رو بکشین تو خیابونا، بیایید تو خیابونا. خوب گوش کنید عزیزان من، زمان زیادی باقی نیست، ما باید تکلیفمون رو به زودی زود با فرقه تبهکاران روشن کنیم. اینو به شما بگم، همین کمک هایی که میگه آلمان نمیدونم اینقدر پول میده، ایتالیا میگه من اینقدر میدم، اتحاد اروپا اینقدر میدم، اینا دوباره پول میارن، دوباره میریزن یه ذره تو بازار، دلار رو میارن پایین، یه دوزار میدن به بازنشستا، دوباره میان یه جنگولک بازی در میارن، یه گره بندازن تو راهی مبارزه، چون بد طوری ترس میدن، بد ضربه ای بهشون زدید. این ضربه رو که زدید عقب نشینی نکنید، وقتی شما زدید تو صورتشون میبینی طرف گیجه، بازم بزنیدش، اینقدر بزنیدش تا بخوره زمین دیگه بلند نشه. عقب نشینی نکنید. این که از من میپرسید آقا رضا چی کار کنیم، همین کاری ندارید بکن، همین حمایت و پشتیبانی کامل از وارث تاج و تخت، این تنها حرفیه که من میتونم به شما بزنم. باهاتون در ارتباطم، بازم ازتون ممنونم، این آیت سپاسگزارم، از جناب آقای سیاوش عزیز سپاسگزارم، از همه شما عزیزانی که زحمت میکشید و اجازه میدید من باهاتون گفتگو کنم، ممنونم ازتون. تا اونجایی که بتونم پاسخهای پرسشاتون رو خواهم داد، باهاتون در ارتباط خواهم بود و برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت میکنم، خواهش میکنم ازتون، ملت ایران، ملت بزرگ ایران، حمایت بکنید این جوانا رو، حمایت بکنید نوجوانان رو، حمایت بکنید این بچه هایی که میان تو خیابونا، اینا آیندهشون له و لورده شد، هیچی ندیدن تو زندگیشون، همشون یأس و ناامیدی وجودشون رو گرفته، نه کار، نه میتونن ازدواج کنن، اون دانشگاه های در به داغون، یه مش بچه بسیجی بی سواد احمق رو ریختن به عنوان نمیدونم حراست و چه اون چه، یه مملکت متلاشی شده. کمک کنید بچه هاتون رو، بیاید پشتیبانی بکنید. بازاریا، دنیا همیشه اینطوری نمیمونه، پول رو پول نذارید و فقط بچه هاتون رو بفرستین آمریکا و کانادا، بعد پاسخی خواهید داد. به خدا قسم
به خدا قسم من نمیخواستم این حرفو بزنم، ولی بذارید بهتون بگم، کاری نکنید که آزادی ایران، آزادی ایران از دریای خون بگذرد. نکنید این کارو، دست به دست هم بدید و فرقه تبهکاران رو، این لای و لجنهای اجتماع رو به لجندان تاریخ بسپارید، به چاه جمکران بسپارید، تا رضا پهلوی وارث تاج و تخت بیاد و یک بار دیگه ایران اشغال شده ما رو برگردونه به دوران طلایی عصر پهلوی، عصری که تمام دنیا در برابر ما زانو زد و سر تعظیم فرود آورد، تاج گل گذاشتن روی آرامگاه رضا شاه بزرگ، و ما باید ایران رو برگردونیم به اون دوران. ما ایرانی هستیم و آریایی، و این افتخار بزرگی است برای ما. پاینده ایران، همیشه پاینده ایران، پیروز ملت بزرگ و شریف ایران، در اهتزاز با پرچم مقدس سرنگ شیر و خورشید نشان ایران، زنده و جاوید با سلطنت پهلوی به کوری چشم دشمنانش. شاد و پیروز باشید. تا چهارشنبه، پاینده ایران، جاوید شاه. یادتون نره ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم. شاد و پیروز باشید. سپاسگزارم.